آقای غلام فروخ مشروع و مجلس نمایندگان با ما هستن آقای مشروع سلام بر شما سپاسگزار از مسئولیتان در تونانیوس. آقای مشروع با گذشت 16 سال چرا هنوز هم سرنوشت این جنگ در افغانستان روشن نیست؟ به نام خداوند بزرگ از سلام خدمت شما و همکاران محترم شما سپاس. شما و همچنان بینندگان عزیز بعد از حضور نیروهای آمریکایی و در مجموع پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان ما متاسفانه دچار چند اشتباه شدیم اشتباه ما افغانه هایی بود که در ابتدا بیشتر ما وابسته شدیم از هر لحاظ و کوشش کردیم که تمام برنامه های سیاسی و, سی و, سی و کلان به دست امریکایی ها باشه و اونا بتانند مدیریت بکنند افغان ها هیچ وقت یک برنامه بسیار کلان به خاطر صبات افغانستان در زمان سالهای بعد از 2001 نداشتند اشتباهاتی را هم آمریکا مرتکب شد اول اینکه که آمریکا افغانستان از همیشه از اینا که پاکستان دید در ثانی وقت طالب افغانستان شکست خوردند و این مراکز به پا پا پاکستان انتقال یافت اصلا ایالات متحده امریکا هیچ خمی به آبرو به ورد و گویی که کار در افغانستان یک شده و چیزی دیگه به نام حساب کنی باقی نمانده اشتباهات زیادی هم ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش در افغانستان مرتکب شد و هم دولت مردای افغانستان کدام برنامه برای از بین بردن حراس افغانی در افغانستان و یایی که مانه شدن حضور دوباره حراس افغانی در افغانستان نداشتند با هزینه‌ای که در این جنگ مصرف شد قربانی رک نیروهای امنیتی افغان و همچنان نیروهای خارجی دادند باز هم تنها نبود برنامه و به اگنفی هم بگفته شما سیاست های نادرست امریکا بود که این جنگ را به بیستر نوشتی رو برو ساخت یا موضوعات دیگه هم وجود داره در اما اول قطعاً چنین بود اما رفته رفته در سالهای اخیر جنگ افغانستان تغییر کرد وضعیت در سطح منطقه و جهان تغییر کرد در واقع دشمن تانست در داخل افغانستان بیا و حضور خدا تثبیت بکنه در کنار از بعد از حضور داعش در افغانستان بازیها در سطح منطقه جدی تر شد به طور مثال وقتی داعش در افغانستان آمد روزها ها فعال و واکنش نشان دادن پاکستان به یک عقبگرد به یک ائتلاف منطقه‌ای پیوست حال جنگ افغانستان وارد یک مرحله دیگه شده به این که امروز تمام قدرت های جهانی در افغانستان به نوعی داخل هستند از یک طرف آمریکا و هم پیمانانش از یک طرف اطلاف منطقهی که در سطح منطقه کشورهای همسایه افغانستان شکل دادن اینا هر کدام برای تضعیف یک دیگر در افغانستان کار میکنن وضعیت فعلا پیچیده تر شده ولی فکر نمیکنین که این ها در روزهای اول هم وجود نداشت وضعیت در روز زمان به نحوی بود که اگر این رقابت ها وجود هم داشت کسی جرأت اعلان رقابت نمیکرد شما دیدید در اوایل که 2001 وقتی آمریکایی‌ها و افغانستان آمدن هیچ کشور در منطقه صدا بلند نکرد به دلیل از که همه تحت تاثیر قرار گرفته بودند اما وقت جنگ آمریکا در افغانستان به پیروزی منتج نشد وقتی هر دوباره به افغانستان اوج گرفت وقتی به طور مثال قندوز سقوط کرد و ممو همایش قدرت دشمن نشان داد او زمان زمانی بود که جای پای برای دایش هم پیدا شد به افغانستان وقتی چون دایش یک دایه بسیار کلان به سر داره دایش مثل طالب نیست که دایه افغانستان شمول داشته باشد دایش یک دایه بسیار کلان داره و با ظهور افراطیت در کشورهای آسیای میانه و صدور افکار از افغانستان نمیتونست برای روس ها قابل قبول باشه به دلیل هست که روس ها بسیار با جرأت وارد میدان شدن پس آقای مجروگونی که شما تاکید که <تصفح> یک فصل تازه باز شده در جنگ افغانستان فعلا در کجا هستیم یعنی از حکومت افغانستان گرفته تا جامعه جهانی مشخصا آمریکا این بار راهبردشان در مورد افغانستان از دید شما تا چه اندازه مثبت و قناعت بخش است آنچه که مربوط به آمریکا هست و میدونید که تر شده در ها در سالهای گذشته شما چند بار دیدین که استراتژی آمریکا تغییر کرد حتی تا جایی که اصلا گفتن طالب دیگه برای ما دشمن نیست در حالی که ما در مراپوری که شما تهیه کرده بودین از 16 هزار زخمی و 2300 نفر کشته آمریکایی در افغانستان حکایت میکرد بان هم می گفت که طالب دشمن ما نیست به دلیل ازی که تحت تا تا تاثیر پاکستان بود اما وقتی قضايا در منطقه داختر شد و بیمیلی امریکا به جانب پاکستان بیشتر شد روابط به سردی گرایید و امریکا فشارهای خود را بر پاکستان بیشتر ساخت و جد در منطقه دیگرگون شد و استراتژی امریکا هم تغییر کرد در رابطه با جنگ افغانستان امال کمک بیشتر میکنه از لحاظ تسلیحاتی بیشتر به افغانستان رسیدگی میکنه نیروی هوایی افغانستان تقویه میکنه مواشا به سر وقت میرساند امکانات و تجهیزات نظامی برای نیروهای ام... افغانی تهیه میکنه در کنار از او برای, برای تعلیم و تربیت تلاش میکنه که تلاش در, در دو سال قبل نمیکرد و حکومت افغانستان تقریبا بیشتر آمادگی داره برای جنگ های کلان شما دیدین که بسیاری از ولایات افغانستان که ناامنی ها بسیار شدید شد در شن در ببخشید در هلمند سال گذشته جنگ بسیار کلان اتفاق افتاد در فرا می چند وقت پیش بسیار یک جنگ خونین رو افتاد در قندوز در بسیاری از ولایات افغانستان دشمن بسیار تلاش کرد این برد فیلی آقای فکر میکنین که میتونه جنگی که در افغانستان جریان داره و بیش از یک هم ازش گذشته به نتیجه برساند به نتیجه رسیدن این راهبرد بسیار مشکل هست با توجه به اوضاع پیچیده افغانستان با باور من تا زمانی که در, در, یک تغییر کلی در استراتژی ایالات متحده ای امریکا برای از بین بردن تمامی افراد که در افغانستان فعالیت میکنند به وجود نیاید، و هم یک تغییری که به خیر مردم افغانستان باشه ما فکر نمی که ما بتوانیم به نتیجه برسیم و کشورهای منطقه از یک طرف اعتماد حاصل بکنند که هیچ تعدیدی از جغرافی های افغانستان متوجه اونها نیست حکمت افغانستان باید اعتماد تذیر بکنه که افغانستان سکوی پرش به ب... آمریکا بر تهدید کشورهای همسایه افغانستان نیست در این بحش حالا حکمت افغانستان و جامعه جهانی اینا مسئولیت خود درست انجام دادن واقعا خب اگر مسئولیت ها به شکل درست انجام میپذیرفت از اول ما شاهد چنین جنگ خونی بله خب حال وضعیت نسبت به گذشته بهتر هست پس با چی راهکاری میشه که وضعیت خیلی خوب شود در نهایت این جنگ نتیجهش معلوم شود که راهکار تجهیز و تسلی و قوت بخشیدن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تغییرات در سیستم امنیتی و دفاعی افغانستان رو با کارگیری از افراد بسیار زبده و کارآمد در جاهای بسیار حساس نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و در کنار از او حمایت فوق العاده سیاسی اقتصادی و نظامی از افغانستان توسط حامی های این کشور میتونه به خیر افغانستان باشه ما هر گونه فشار بیشتر مستقیم خود خارجی ها یا آمریکا یا در افغانستان میتونه بیشتر واکنش های در, مناطقی که در اونجا عملیات میشه و در قبال داشته باشه اما از یک طرف وزارت دفاع افغانستان دلیل طولانی شدن جنگ را حضور گروه های عراس میدونه قایم و خب در مورد گروه های عراس واضح است که ناس کجا حمایت میشن و از کجا تمویل میشن با اون کشورا چی برخورد ملک صاحب نیست اگر عراس در افغانستان وجود نداشته باشه خب جنگ در افغانستان وجود نداره ما بارها گفتیم حکومت افغانستان اسناد و دلایل به سازمان ملل متحد به شورای امنیت به کشور و کشورهای منطقه ارائه کرد که مرکز حراس افغانی جایش معلوم هست این دیگه نیازی به تحقیق زیادی نمیخواه تا زمانی که اول ما تقویه نشیم تا بتانیم از جغرافی سیاسی خود دفاع بکنیم و فشارهای جهانی بر بالای کشورهای که از افغانی حمایت نکنند و مراکز تجهید به تسلیشان در اونجا هست بیشتر نشب ما نمیتونیم به نتیجه برسیم ولی فکر میکنین که امریکا واقعا پی برده که بدون متوقف ساختن حمایت ها از گروه های حراس افغانی در افغانستان دیگه هر کار را بکنه نمیتونه جنگ را در افغانستان متوقف کنه ما میکن فکر میکنم امریکا از ابتدا هم میره میدانسته قطعا چنین نیست که ما بگوییم حال پی برده باشه امریکا از ابتدا میدانست نطفه دوباره طالبان میدانست حمایت از طالب ها را امریکا می تا پس با راه برده که امروز حکمت که در مورد پاکستان مشخصا آقای مشروع عملی می سوز. فکر میکنین می کنین به صلح ثبات می رسید؟ راه برده که فعلا بالای پاکستان فشارها را وارد کرده پاکستان در واقع رو به تمکین خواهد کرد و از زمانی ما به صلح دائمی در افغانستان دست پیدا خواهد کردیم که از یک طرف ما بر پاکستان فشار لازمه بیاریم و از جانب دیگر ما مشکلات ارزی و آبی که با پاکستان داریم حل بکنیم سپاسگزارم آقای غلامفروخ مشروط و مجلس نمایندگان از حضور شما در محور سپاسگزارم